من سفید سیاوشی هستم، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان از دانشگاه اردوان، در حال حاضر دانشجوی زبانشناسی دانشگاه گوتینگن هستم و در واقع در رده و شکلسلی من آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان بوده، در محیط آکادمی به من درس دادم و بعد از اون در مدرسه درس دادم، در خانه در واقع در مدرسه سفارت آلمانی درس دادم، به دکان آلمانی فارسی به عنوان زبان خامش، و از اونجا این ایده رو در واقع پیدا کردیم که فارسی برای خیلی از کودکان ایران زبانی و در کنار زبانشناسی من به کار دیگه هم ادبیات و داستان نویسی. پیش از هر چیز باید اول به گوناگونی زبانی در جغرافیای ایران اشاره بشه. ایران کشوریه که با تنوع زبانی گسترده و با بیش از 70 زبان که در اون تکلم میشه، یکی از در واقع میشه گفت پر زبان ترین کشورهای جهان به شمار میاد. با این حال زبان رسمی ایران فارسی. فارسی زبان مادری تقریبا نیمی از جمعیت ایران با بیش از 40 میلیون گویشور. غیر از زبان فارسی، زبانهای ایرانی دیگه‌ای که توی ایران با متکلم میشه صحبت میشه، میشه به زبانهای گیلکی، کردی، بلوچی و اشاره کرد که در این بین زبان کردی که در قسمت غرب ایران صحبت میشه و زبان بلوچی که عمدتا در جنوب شرق ایران تکلم میشه گویشوران سنی مذهب داره. از این جهت ما یک تلاقل اقلیت مذهبی و اقلیت زبانی رو با هم بگیریم تا تو هم این از زبانهای ایرانی که توی ایران با اونا صحبت میشه، زبانهای ایرانی هم وجود داره. از جمله ترکی آذری با بیش از 20 میلیون گویشور که نشون دهنده تبادل فرهنگی جمعیت ترک زبان با جمعیت ایران. و بین از زبان ترکی که گفتیم علاوه بر اینکه مناطق آذری زبان به ایران ترکی آذری زبان ایران به تکلم میشه، این جمعیت در نقاط دیگه ایران هم پراکنده هستند به خاطر اینکه مهاجرت افراد ترک زبان به استان‌ها و شهرهای دیگه. بغیر از اون ما زبان عربی رو داریم. زبان عربی با اینکه تعداد نویشترش کمتر از 2% توی ایران، ولی از جهت تأثیرات فرهنگی و مذهبی که با عرب زبان‌ها و کشوران عرب و فرهنگ عرب بشه، موقعیت نویشتران عرب رو هم به نوعی منحصر به فرد. بعد از گوناگونی زبانی ما میریم سراغ سیاست‌های زبانی در ایران. به طور کلی بعد از انقلاب مشروطه در سال 1906 سیاست مرکزگرایی رو اتخاذ کردن توی ایران به پیروی از الگوهای برای تشکیل یک دولت ملت. و از اون موقع نقش فارسی شروع کرد به بلند شدن و مسئله زبان مادری تبدیل شد به موضوع فرهنگی اجتماعی و سیاسی از همون وقت. این ادامه پیدا کرد و در حکومت رضاشاه در سال 1925 ما این که به صورت مستقیم قید نشد به قانون اساسی که هم قانون مشروطه بود، ولی غلبه زبان فارسی در اون دوره به چشم اومد و دیده شد، چرا که فارسی شد زبان اداری، زبان رسمی و زبانی که باهاش لازمی که وارد محیط آکادمیک و آموزشی شد. بعد از انقلاب اسلامی این هویت ناسیونالیستی جا شد به هویت اسلامی، ولی با این حال باز هم سیاست تک زبانی باقی بود. در قانون ما تنها اصلی که میشه گفت زبان مادری و یا زبان‌های غیر فارسی اشاره می‌کنه و در واقع پناهگاهی که برای زبان‌های دیگه است، 15 قانون اساسیه که به اولویت‌های زبانی اجازه میدن زبان خود در رسانه‌ها و مطبوعات محلی استفاده بکنن و ادبیات زبان مادری رو در مدرسه مطالعه کنن. با این حال منتقدان معتقدند که این بندزه کافی نمیتونه داد جلوی این حاشیه سازی زبان های اولویت رو بگیره، پس نتونسته جواب باشه. در اسلاید بعدی ما میبینیم که حالا چالش های سیستم آموزشی ایران برای کودک غیر فارسی زبان. سیستم آموزشی ایران
در حال حاضر کاملا به مواد آموزشی فارسی اتکا داره. در واقع مواد آموزشی به نوعی طراحی شدن که پیش فرضش تسلط کودک به زبان فارسی به عنوان زبان گفته. از اونجایی که زبان مادری در زبان فارسی به عنوان زبان مادری در رشد شناختی و توسعه مهارت استفاده آموزی بسیار نقش داره، به این ترتیب ما میتونیم ببینیم که کودک غیر فارسی زبان از این فرصت برخوردار نیست. کودکان روان غیر فارسی زبان مشکلاتی که دارن توی یادگیری واژگان، توی ساختار نسلی، در واقع بچه با زبان دیگه میشه با پایه‌های شناختش به زبان دیگه شکل گرفته. وارد مدرسه میشه این کودک و حالا میخواد فارسی رو نه تنها به عنوان سواد، به عنوان زبان هم یاد بگیره به صورت همزبان. و میتونیم ببینیم که موقعیت برابری نداره نسبت به کودکی که با زبان فارسی زبان کار کرده به اصطلاح. خیلی وقتی موجود انتقال منفی میشه، اصطلاحیه که بهش میگم که یعنی در واقع میاد زبان خودش رو، ساختارها و واژگان زبان خودش رو وارد فارسی میکنه و یا برعکس از ساختار فارسی استفاده میکنه برای صحبت کردن تو زبان خودش. به این حالت میگن انتقال منفی. و حالا ضرورت در نظر گرفتن ما همین رو بشنیم بگیم که چرا باید در سیستم آموزشی ما فارسی به عنوان زبان دوم در مناطق دو زبان در نظر گرفته میشه؟ اولین دلیل گوناگونی زبان داریم. همونطور که گفتیم تعداد زبان ایران مختلف گردون میشه. از این زبان ها بعضی ها دارای سیستم الفبایی هستند، بعضی ها فقط گفتاری هستند، ولی در تمام این مناطق مواد درسی و سیستم آموزشی بر اساس فارسی و این شکاف عمده‌ای به وجود میاره. دلیل بعدی میتونه ضرورت در واقع برای چی ما باید فارسی به عنوان زبان دوم در مناطق دو زبانه در نظر بگیریم، عملکرد تحصیلی دانش آموزان به زبان است. تحقیقات بسیار زیادی توسط پژوهشگران دانشگاه‌های ایران روی عملکرد تحصیلی دانش آموزان این مناطق انجام شده. از مناطق شمال ایران بگیم، جنوب ایران، غرب ایران، من اینجا فقط به چند تاشون اشاره میکنم. مطالعات نشون میدن که دانش آموزان دو زبانه در ایران نسبت به همتایان تک زبانه خود عملکرد تحصیلی پایین‌تری دارن. مسلما میتونه یکی از دلایلش و یا شاید میشه گفت دلیل عمدهش همین باشه که زبان اونها هم سواد رو شروع کردن همراه با زبان آموزی زبان. پژوهش هایی که اینو تایید میکنه، مثلا مطالعه که توسط فرشته کریمی در سال 2013 توی بندر انصاری نشون داد، از نتایجش این بود که دو زبانگی تاثیر منفی بر پیشرفت هست. یا اینکه یک تحقیق دیگه در خوزستان انجام شد، دوباره همین کار شد. در این مطالعه جامعه مریم دانشگر در سال 2023 که انجام داد، مهارت های زبانی، خواندن، نوشتن، شنیدن و صحبت کردن رو روی فارغ التحصیلان در رسانه های مختلف در واقع بررسی کرد و متوجه شد که دانش آموزان دو زبان هم مهارت ضعیف داره. و در واقع میتونه نشون بده ما حتی یک نقشه مقدر شاید خیلی چیز نباشه، ولی حتی اون نمیتونه نشون دهنده این مسئله باشه. میانگین معدل فارغ التحصیلان پایه دوازدهم توی استانهای ایران را اگر نگاه بکنید پایین‌ترین، حالا دلایل دیگه مثل دلایل اقتصادی امکانات دیگه هم هستن، ولی میتونه فاکتور زبان رو در نظر گرفت که توی این مناطق معدل پایین‌تر از مناطق فارسی زبان. یکی دیگه از دلایلی که ما با فارسی رو در مناطق به عنوان زبان دوم در نظر بگیریم تاثیر روانی مهمه. چالش های چند زبانگی میتونه منجر به میلی به ادامه تحصیل، احساس دیوانگی در سیستم آموزشی باشه. در واقع از پیامداش میتونه انزوا باشه و یا مشکلات عاطفی که کودک با سیستم آموزشی پیدا میکنه. توی همون پروژه تحقیقاتی که توی خوزستان انجام شد نشون داد که نه تنها عملکرد تحصیلی پایین‌تری داره کودک یا دانش آموز دو زبانه، بلکه مشارکت کمتری توی فعالیت های مدرسه داره و از طرف نرخ ترک که تحصیل بالاتری هست. یکی دیگه از دلایل میتونه اهمیت زبان مادری در رشد تحصیلی و شناختی. تحقیقات بسیار زیادی در تمام دنیا در سراسر دنیا انجام شده که ما نمیتونیم زبان مادری رو
در واقع نادیده بگیریم و این چیزی که تو سیستم آموزشی ما داره نادیده گرفته میشه. زبان مادری پایه و اساس رشد زبانی و شناخت. ما نمیتونیم یک کودک رو در محیط زبان دیگه قرار بدیم و انتظار داشته باشیم به خاطر اینکه کاملا در برابر این مواد درس قرار میگیره بیاد به صورت اینتگره بشه و پایه‌های سواد و شناختش رو روی زبان دوم تشکیل بده. نه. در واقع اون زبان مادری مثل یک خاک و زبان دوم میخواد توی این خاک بیشه بدونه. اگر ما اون خاک رو نداشته باشیم، اگر ما اون زمین رو نداشته باشیم، نگاه رو حقانی زبان کانسپت یا مفاهیمی رو که میخواد یاد بگیره نمیتونه توی ذهنش بودن ارتباط برقرار کنه و اینها یه جورایی بدون معنی براش میشه. شاید به ظاهر چیز مهمی نباشه ولی به مرور در سواد آموزی و در رشد بعدی تحصیلیش کاملا تأثیری داره. از پیامدهای نادیده گرفتن زبان مادری همونطور که می‌بینید افت تحصیلی، کاهش رشد شناختی در زبان و از دست دادن مهارت در هر دو زبان. خب با توجه به اینا ما چه کار می‌تونیم بکنیم؟ در اسلاید بعدی من راهکارهایی برای آموزش مؤثر ارائه دادم. در واقع با توجه به تجربه هایی که داشتم راهکارهایی برای آموزش مؤثر نمره فارسی به عنوان زبان بود. اولین راهکار همونطور که گفتم زبان مادری ابزار قدرتمندی برای یاد ما از این به جای اینکه نادیده بگیریمش باید ازش استفاده بکنیم برای آموزش زبان مادری. اولین کاری که میشه کرد ایجاد فضای امن با استفاده از زبان به خصوص در سالهای اولیه آموزش بهتره که به زبان مادری با کودک صحبت بشه، ازش خواسته بشه احساساتش، تجربیاتش رو به زبان مادری بگه بدون فشاری که بخواییم ازش بخواییم که نه کاملا بیا تعقیب بداشیم تو بکن روی فارسی. اینطوری با یک محیط آشنا مواجه بوده زده نمیشه از مدرسه، از کلاس. یک افزار دیگه ای که ما در اختیار داریم داستان روی و قصه روی دو زبان استفاده از قصه هایی که برای کودک آشنان قصه هایی که باهاش بزرگ شده از اونا میشه استفاده کرد. حتی از کودک بخواییم که اون داستان رو به زبان خودش با همون زبانی که شنیده و بزرگ شده گفتارش گرفته داستان رو برای ما تعریف کنه و معلم رو شروع بکنه معادل سازی به فارسی برش. به مرور میشه از کودک خواست که حالا اون رو اینو تبدیل بکنه. این قصه گویی که مخصوصا با قصه های آشنا باشه نه تنها به تقویت زبان واژگان کمک میکنه بلکه این پل فرهنگی هم برای کودک ایجاد میکنه. کودک احساس میکنه داره خلق میکنه، داره خودش رو وارد زبان فارسی. یک راهکار دیگه که میشه در نظر گرفت به پایگیری ترجمه. در سیستم زبان آموزی قدیم میگفتن که کاملا باید زبان دوم صحبت بشه توی کلاس برای اینکه کودک آشنا بشه یا زبان آموز کاملا آشنا بشه با اون زبان، اصلا نباید به زبان دیگه صحبت بشه. ولی امروز متوجه شدیم که نه، ترجمه کمک میکنه. اصطلاحات، واژگان، مفاهیمی که شاید برای خیلی راحت‌تر باشه بهش بگیم این معادلی همون از اون میشه استفاده کرد. از حتی متن نخواسته از اون بخواییم کرده رو بخواییم آموزش زبان فارسی استفاده بکنیم. خیلی از زبان ها هم گفته به سیستم الفبایی دارم حتی از متن های اون هم میشه استفاده کرد بخواییم شروع بکنیم بخونه یا براش بخونیم و ازش بخواییم به فارسی ترجمه بکنیم یا بریم. یک راهکار دیگه آقای کومنز از سرنامداران آموزش دو زبانه در دنیا که نظریات زیادی داره به دو سوادی یا دو سواد آموزی هم خیلی اعتقاد داره. یکی از راه‌های دیگه‌ای که میشه به آموزش فارسی بدون فشار مضاعف به کودک کمک کرد گسترش سواد آموزی دو زبان است. در واقع اگر سیستم الفبایی داریم اونجا شروع بکنیم در کنار آموزش الفبای فارسی و در کنار خواندن و نوشتن به فارسی از کودک بخوایم که خواندن و نوشتن به مادری خودش رو هم یاد بگیره.
این به گسترده شدن شناخت کودک بسیار کمک می‌کنه. یعنی زبان مادری رو فقط در سطح گفتار رها کنیم. تمام این چیزایی که گفتیم، استفاده از زبان مادری یا همه اینها، ما به یه سری راهکارهای ساختاری هم نیاز داریم. اینها در حد پیشنهاده، مسلماً نیازمند برنامه‌ریزی توی سیستم آموزشی. ولی در مدارسی که در مناطق دو زبان هست، اگر کودک فارسی زبان، کودک غیر فارسی زبان با هم وارد مدرسه میشن، در سالهای به خصوص در سالهای ابتدایی بهتره که کلاس‌های فارسی آموزی و سواد آموزی اینها جدا بشه. این جداسازی کمک میکنه. چرا؟ چون ما داریم به کودک فارسی زبان که دایره واژگانی فارسی رو داره، به گفتار فارسی و ساختار فارسی آشنایی داریم، سواد و الفبا یاد میدیم. به کودک غیر فارسی زبان تازه میخوایم دایره واژگانیش رو گسترش بدیم. برای همین بهتر ساعاتی که مختص فارسیه، این کودکان با فعالیت ها و مواد درسی دیگر آموزش ببینن و بمرور اینها بیان کنار هم دیگه قرار بگیرن توی سال دوم، سال سوم و در سابجکت یا درسای دیگه هم کنار هم قرار بگیرن. برای این ما نیازمند برنامه‌ریزی درسی متناسب هست. یعنی ما مواد درسی میخوایم، فعالیت های درسی مناسب برای کودک غیر فارسی زبان میخوایم، و این به این معنی نیست که ما ساعت بیشتری کودک توی مدرسه نگه داریم برای اینکه فارسیش تقویت بشه. نه، توی همون ساعت وقتی قراره مثلا کودک فارسی زبان یک ساعت فارسی داره و ساعت مدرسه میخواد بکنه، ساعت بعد میخواد اجتماعی بکنه یا هر درسی، این درس های دیگه با تمرکز به فارسی برای کودک غیر فارسی زبان باشه و به مرور بیان این ها که برنامه قرار بگیره. به تجربه ثابت شده که اگر زبان فارسیش رو پیشرفت بده یک کودک، زبان دومش رو پیشرفت بده، توی سال مثلا سوم چهارم کاملا میتونه خودش رو بفهمه با همون سیستم درسی که با کودک که به اون زبان صحبت میکنه. یکی دیگه از این چیزها به کارگیری مدرسان دو زبان است. توی مناطق دو زبانه مسلماً الان من فکر کنم بیشتر به این صورت باشه که توی مناطق فارسی زبان هستن، معلم به زبان مادری کودکان اکثر وقت داره صحبت میکنه. لازمه که با این مدرسه هم آموزش رو ببینن که بتونن از اون زبان مادری استفاده بکنن که بتونن تقویت بکنن هر دو زبان مادری کودک. مثلا در مناطق مدرسی در تبریز مثلا میدونید که تا سال دوازده هم بچه ها سر کلاس مواد درسی به فارسی و سر کلاس دارن ترکی آذری صحبت میکنن. اینطوری میشه که نه اون پیشرفت، نه اون میشه گفت گستردگی سواد ترکی رو میتونن یاد بگیرن کامل، نه با تسلط به فارسی میکنن. معمولاً هم اگر مثلا مواجه بودم با این کودکان، وقتی باهاشون به فارسی صحبت می‌کنی، ناخودآگاه میگه من باید اینو ببرمش توی ترکی، بعدم ببرمش توی فارسی بعد جوابش رو بده. یعنی دو زبانی هیچ ناقص داری پشت. یک دیگه از راهکارهای یعنی ما تا الان پس راهکاری که برای آموزش مؤثر فارسی به عنوان زبان دوم گفتیم، یکی استفاده از ابزار زبان مادری، دو، یه سری تغییرات ساختاری توی سیستم آموزش باید داده بشه، مواد درسی تغییر بشه. یکی دیگه از چیزهایی که توی فارسی در موردش تحقیق نشد ولی روی انگلیسی بسیار تحقیق شده، ایجاد آگاهی واجی و واجشناسی در قاموس، اسباد، آواها برای یادگیری زبان دوم بسیار تاثیرگذاره. آگاهی واجی یعنی چی؟ یعنی توانایی تشخیص و بازی با صداهای زبان. وقتی بچه صحبت میکنه، کلمات رو یاد میگیره و اینا، اطلاعی از جزئیات و جزء تشکیل دهنده کلمات نداره. توی مدرسه و در این سواد آموزی کار میکنه. بهتره که ما در مورد زبان مادری اون هم این واج شناسی رو در واقع الفبا رو بهش یاد بدیم. صوت‌هایی که توی زبان اون بچه هست، توی زبان مادری اون هست و چه بسا توی فارسی نباشه. و یا برعکس توی فارسی هست و توی زبان مثلا ما خیلی از آواها توی عربی اون گلوتال رو داریم، مثلا عین رو به اون حالت تلفظ می‌کنه، توی کردی صدای آو رو داریم، توی چیز نداریم.
اینها رو بیاین به کودک بگیم که اون توی زبان توی فارسی اینطوری نیست. این کلمه توی درسته، این کلمات مشابهن، ولی توی زبان توی تلفظ میشه، توی فارسی اینطوری تلفظ داره میشه. در واقع آگاهی واژه پایه و اساس روانخوانی سواد انگلیسیه و مطالعات زیادی که روی کسانی که انگلیسی رو با عنوان زبان دوم دارن یاد میگیرن انجام شده و به من خیلی تاثیر داره. اگر واژه‌شناسی زبان خودشون کودکان بتونن آشنا بشن باش و بعد واژه انگلیسی رو بهشون یاد بدن. آخرین چیز به کارگیری منابع و امکانات آنلاین. شاید توی خیلی از این مناطق بریم که وجود نداره با اینها، ولی فناوری میتونه نقش حیاتی باشه توی یادگیری فارسی. الان خیلی جلوتر از سیستم آموزشی ما توی الان یه سری پلتفرم های مثل اینستاگرام، تیک تاک نگاه بکنید، به زبان های خودشون دوام مجدداً دارن تولید محتوا میکنن. چه بهتر که ما بیم که این رو در یک راستایی قرار بدیم عنوان خدمات آموزشی. این تعاملی که میتونه یک کودک غیر فارسی زبان با کودکان دیگه با استفاده از اینترنت داشته باشه و یه نقش دیگه که میتونه داشته باشه آشنا شدن با فارسی مناطق دیگه ایران که فقط به نحو معلم یه اصطلاحی که ما توی آموزش زبان داریم که کودکان معمولا وقتی دارن زبان دوم یاد میگیرن به نحو معلم عادت میکنن. معلم وقتی به اون زبان صحبت میکنه برای کودکان هم قابل درکه، ولی همون جمله رو یکی دیگه به یه نیکم برای سخت. برای هم برای اینکه جلوگیری بشه از این حالت، بهتر از پلتفرم ها، فیلم ها، داستان های صوتی استفاده بشه برای اینکه با حالات مختلف فارسی کودک آشنا بشه. در پایان به عنوان جمع‌بندی ما فقط بگیم که ما در مورد تنوع زبانی ایران صحبت کردیم، در مورد راهکارهای مهمترین اون در رسمیت شناختن زبان مادری برای آموزش فارسی و نیاز داریم به پشتیبانی آموزشی، آموزش معلمان دو زبانه، تداعی درس ها و همینطور بنابراین. و برای تحقیقات بیشتر اگر بشه که در نقش یعنی پیشنهاد میتونم بگم که اثر بخشی اینها رو در مناطق مختلف ایران این پیشنهادات رو بتونیم اثر بخشیش رو در مناطق مختلف و در گروه های مختلف ببینیم و یا نقش فناوری و منابع دیجیتال رو در پر کردن این شکاف زبانی بررسی. سوال من این بود که آیا شما با توجه به فعالیت و کاری که در ایران کردین آیا آماری دارید که چه تعدادی کودکان بلوچی زبان، ترکمن زبان، آذری زبان، فارسی زبان، عربی زبان، یعنی تمام زبان‌های مختلف مادری که در ایران هست وجود داره یا نه؟ آمار من آمار خودم نیست، از اتنولوک استفاده کردم و نقشه زبانی ایران که چه تعداد گویشور برای همه این زبان‌ها وجود داره. برای همین آمار چیز نیست، ولی میتونم بهتون اینو توی اسلاید اولم یک نقشه بود که توی اون نوشته که چند زبان وجود داره توی ایران. طبق اون هم من 70 زبان رو گفتم توی اتنولوک، توی سایت آنلاینه که به صورت سالانه آمار تعداد گویشور هر زبان رو وارد میکنن توی اون. طبق اون یک آمار وجود داره، ولی کار من نبوده که بخوام کار بکنم با این کودکان یا اینکه از مرکز آمار آمار خاصی باشه، چون خیلی از آمارهای مرکز آمار هم که قابل در واقع میشه گفت استناد نیست، چون خیلی ها نیومدن توی آمار، خیلی ها به دلایل میشه گفت همون نبودن شناسنامه، وارد نشدن به سیستم آموزش، تعدادشون مشخص نیست. سوال من اینه که چرا؟ آیا میشه تو ایران بدون اینکه منطقی فکر کنیم زبان مادری و زبان فارسی دو زبانه تو سرتاسر ایران بتونه تدریس کنیم؟ مثلا میگم این سوالی تو کرج شاید یک سومش کرد یا تو تهران شاید یک سومش کرد. ما آیا میتونیم تو تهران مدارس دو زبانه داشته باشیم، به زبان آذری یا به زبان فارسی که هر دو زبان تدریس کنن، هم به زبان مادری هم به زبان فارسی که زبان مشترک میتونه باشه؟ سوال من اینه. یه کتابی هست مجموعه مقالات چه کسی از آموزش چند زبانه می هراسد
توی اون کتاب که در یه سری مصاحبه است با اتفاقا پروفسور کامینز هم مصاحبه میکنه، تمام این دلایلی که از جمله این که مثلا خطرناک آموزش چند زبانه برای همه اونها توجیه هست، یعنی واقعا به چند زبان کاملا شدنیه، کاملا دلایل سیاسیه، در واقع ترس سیاسی و اون مرکزگراییه که باعث میشه که ای بهونه بیارن که نه هزینه میخواد طراحی درس، نه نمیدونم باعث مثلا چه میدونم انگیزه های شورش و فلان میشه بخواد با اونجا، همه اینا توجیه داره در برای همه اونها مثال هست در سراسر دنیا که میشه چند زبانه آموزش داده بشه. حالا بحثی که من داشتم توی این چیز این بود که بگیم که اون نیازمند برنامه ریزی خیلی زیاده، افراد متخصص همون زبانها رو میخواد. من دارم میگم در مرحله اول بیایم آقا بپذیریم که فارسی زبان اول همه نیست، این مرحله اول که باشه آموزش ترکی رو هنوز وقت نذاشتید طراحی بکنید، یا اینکه باش موافقت نشده توی مرحله بوروکراسیش گیر کرده، حداقل بدونیم که آقا این بچه زبان فارسی زبان اولش نبوده نیست، نادیده نگیریم زبان مادری رو. یعنی حرف من توی این در واقع ارائه که دادم بیشتر این بود، ولی کاملا شدنیه آموزش چند زبانه، به خصوص زبانهایی که داره سیستم الف بایی هستن. خیلی از در به جای این که مثلا الان داره توی مدرسه ایران، من متوجه شدم که درس روسی و چینی دارن وارد میکنن، به راحتی میشه کتاب بچه زبان کردی رو برداره به عنوان زبان دوم، زبان ترکی رو برداره وقتی گویشورش وجود داره توی ایران. مرسی. این که من میبینم که جمعونهایی که از ایران میاد همه زبان انگلیسی مصرفن، فارسی کامل و وقتی که میاد انگلیسی هم تسلط کامل دارن. وقتی میپرسیم چطوری انگلیسی ها گرفته، من از قبل بگه میگم ما تلویزیون میدیم، ما فیلمای مختلفی که نشون سیم نالا دیدیم و یاد گرفتیم. زمین که اینو بشه میگیم چند زبانگی میگیم، ولی بچه من که اینجا بودم شده فارسی زبان مادرش بوده، زبان آلمانی هم زبان مادرشه، زبان انگلیسی هم داره که کار میکنه، باز به همون روانی حرف میزنه. اما اینی که ما بخواییم توی ایران جدا کنیم بچه رو، بگیم که خب اول تو مدرسه میری باید زبان ترکی بخوان، این جدا میخوان به سیاست شکل نمیپردازن این جدایی نمیدن. آها برای که گفتم جدا سازی توی کلاس سالهای اول، این آره این با توجه به چیز بود، نه جدایی اونطوری نیست. اتفاقا این ایده رو من از توی مدرسه همون مدرسه آلمانی این ایده رو گرفتم. در واقع اونجا ماها با هم دیگه به این نتیجه رسیدیم، یک سری بچه بودن از کلاس، مثلا بچه‌ای هست که پدر مادر آلمانیه اومده مدرسه داره به آلمانی تحصیل میکنه، بچه ایرانیه اومده اونجا و میخواد بشینه سر کلاس مدرسه، اینها میذاریمشون، یعنی اینطوری بود که سر کلاس ریاضی بشین کناره، هر چقدرشو میتونی یاد بگیر، هر چی میتونی، فقط صرفا برات دریافت باشه، ولی مثلا سر کلاسی که کلاس اتیک، کلاس گشیشته، این بچه رو میبردن بیرون باهاش آلمانی تمرین میکردن، کلا میشد داف مثلا به عنوان چیز بود، و سر کلاسای دیگه با هم کلاسیاش بود، و دقیقاً از سال سوم می‌دیدی که دیگه می‌تونه سر تمام اون درس‌هایی که ازش جدا می‌شد برای آموزش آلمانی با اونا بشینه. و طبق تجربه بازم میگم باید این توی اسکیل‌های مختلف این ایده اجرا بشه، توی اون مدرسه دیدیم که کاملاً نتیجه خوبی داشت، نه جدایی اونطوری صورت گرفت بین بچه‌ها یا احساس عدم چیز بکنه این بچه، چرا؟ چون که میرفت اگر بشینه سر یک کلاسی که معلم آلمانی داره صحبت میکنه، حالا من دارم با آلمانیش میگم، فارسیش هم میتونه، داره درس تاریخ میگه، اصطلاحاتی رو داره میگه که اصلا این نمیدونه، اونطوری بیشتر احساس ترس استرس یاد چیز میکنه توی کلاس، بهتره توی اون ساعتها جدا بشه باهاش آلمانی مثلا آموزش داده بشه، توی این سیستم فارسی باهاش کار بشه،
سر درس‌های دیگه که کمتر روی کلام بار درس، مثل مثلا میگم درس‌های تجربی، مثل درس‌های ریاضی، سر اونا میتونه با بچه‌ها بشینه، با بچه‌های دیگه باشه، سر یه سری درس‌ها بره جدا برای تقویت زبانش.